هفته گذشته با بازرسان تعزیرات سری به فروشگاه های زنجیره‌ای زدیم و بازرسان از اختلاف قیمت حبوبات بسته‌بندی شده با فله‌ای گفتند. برقورجی کیلو چنده؟ یک کیلوش تو بازار 8 تومن 7 و 900. 14850 تومان زده اینو. دو برابر. اصلا نظارتی روی این بسته‌بندی ها تا حالا نبوده. امروز با گشت مشترک تعزیرات سراغ کارخانه های بسته‌بندی حبوبات رفتیم. قیمت ها رو کی تعیین میکنه؟ ما قبلا که معادن بود تجارت بود، الان که هیچ کس نیست. الان جناب علی میای میگه آقا من عدس خریدم، بفرمایید خودت بگو. نقدی خریدم 20800. آیا شما نقدی خریدید 2800؟ ها. بعد چند بفروشه؟ 25. چند زده؟ 40 تومان. شما 20800 تومان خریدی 40 تومان میفروشی. وقتی که 35% از من فروشگاه زنجیره میخواد، من نمیتونم انجام بدم. این فاکتور رسمی این شرکت، قیمت هایی که به فروشگاه زنجیره دادن توش درج شده و قیمت روی کالا. لپر دادن 25200، روش نوشته 39900. عدس رو زدن 25200، روش نوشته 39900. نخود رو زده 26900 تومن، رو این نوشته 37900 تومن. اختلاف خیلی زیاده. این آقا باید قیمت واقعی رو درج کنه روی کالاش که فروشگاه زنجیره مگه میخواد تخفیف بده، قیمت واقعی تخفیف بده. اگر شما این عدس رو به قیمت واقعیش میزدید، فروشگاه زنجیره از شما نمیگیره. نهایتا ما کلیه مدیر عامل ها رو باید دعوت کنیم با تولید کننده ها رو در رو به واسطه کارشناس محترم، کارشناس صنعت معدن تجارت، ببینید بر چه اساس این روش داره انجام میشه. مگر مردم چه گناهی کردن تو این وضعیت؟ در ادامه سراغ یک شرکت بسته‌بندی دیگر هم رفتیم. این یک پودر کیک، روش هم قیمت زده 29 تومان. شما اینو به فروشگاه زنجیری چند میدید؟ فکر میکنم حدود مثلا 17 تومان. مدیر عامل این شرکت گفت محصولاتمان را بین 30-40% زیر قیمت درج شده روی کالا به فروشگاه های زنجیره‌ای میدهیم. این تازه یک قسمت از ماجراست. به ازای هر بارکدی که عزیزان تولید کننده میدن به فروشگاه زنجیره‌ای، برای ورود محصولشون به فروشگاه زنجیره‌ای باید یه مبلغی بدن. هر بارکد چند؟ کمترین ورودی که وجود داره برای فروشگاه خیلی کوچیک بوده 20 میلیون تومان نیستش. فروشگاه بزرگ باشه هر بارکدی مثلا 130 تا 150 میلیون تومان ورودیشو ازتون میگیریم. چرا شما این محصولاتتون نمیدید به مغازه‌های عادی؟ خب ببینید، ما توانایی پخش نداریم. ما باید با سری شرکت‌های پخش بزرگ قوی کار کنیم که اونا متأسفانه خودشون درصدهای خیلی بالایی میخوان. دهلا بس از قاصره که یه تولید کننده که زحمت میکشه باید تازه 150 میلیون بده برندش رو، تازه اونجا تعریفش رو بتونه بفروشه، اونم با این تشریفات که الان ما دیدیم. خب باید بیان پاسخگو باشن دیگه. این فروشگاه زنجیره‌ای بر چه اساسی دارن سودجویی میکنن؟